دو تا نکته رو براتون بگم اینجا. در زمان موشکباران تهران در یه خانه‌ای در شهرارا تولد یه بچه کوچک بود. 80 تا بچه در این تولد حضور داشت. خیلی بچه بود. مثلا تولد 7 سالگیش بوده همچی چیزی، جمعیت هم زیاد. دلیل این که من میدونم به خاطر اینکه یکی از بستگانم که پزشکه در اون منطقه مطب داشت و جراح خیلی معروفی هم هست. در اون زمان که صدام موشک میزد به تهران، ستون پنجمش خبر میدادن که این موشک کجا خورد، این موشک به کجا اصابت کرد. ستون پنجم توصیه کرده بود که ای عمو صدام، ما برای یه جا رو مشخص میکنیم، دیوایس میذاریم، دیتکتر، یه چیزایی میذاریم که هواپیما وقتی از اون بالا میاد این دیوایس ها رو کشف میکنه، میدونه کجاست، موشک به اون سو شلیک میشه و میخوره به هدف، یا اگر موشکی پرتاب میشه مثل العباس و حسین، با داشتن طول و عرض جغرافیایی منطقه و زاویه های مختلف این موشک اونجایی که میخوام باشه. ستون پنجم صدام میگفتن که اگر این موشک بخوره و این بچه ها کشته بشن، تهران به پا میخیزه و خب ما هم میریم میشیم مثلا مملکت رو میگیریم، همون رویاهایی که بعد از پایان جنگ ایران و عراق هم داشتن، چلچراغشون شد کورچراغ و اون همه جوون بیگناه بیگناه که بعضا میشناختم، زرکش، ابوذر ورداسپی، همسرش و دیگران به قتل رسید. این موشک آمد زد و علاوه بر این بچه های نازنین، بیش از 100 تن از مردم اون مجتمع و اطرافش رو به قتل رسوند. به جای اینکه پیشبینی ستون پنجم صدام درست از آب درآد و مردم شورش کنن، مردم نفرتی درشون ایجاد شد که در همون شب صدها جوان رفتن داوطلب شدن به جبهه رفتن به خاطر جنایتی که شاهدش بوده، و اون ستون پنجم کمر دیگه نتونست راست بکنه، تا همین امروز داره هزینه اون خوشخدمتی رو برای صدام پس میده و اعضای بیچارش هم دارن هزینه‌شو پس میده.